محمد مهدی واعظی اصفهانی، معروف به محمد اصفهانی، خواننده و آهنگساز پاپ و سنتی ایرانی و دارای گواهی نامه درجه یک هنری در رشته خوانندگی موسیقی سنتی ایرانی است که در چهارم تیر ماه سال 1345 در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. او از خانواده اصالتاً اصفهانی می باشد. پدر او محمد علی واعظی پزشکی بود که مدتی کوتاه پس از انقلاب نیز استانداری اصفهان به عهده او بود. اصالتی اصفهانی داشت و مادر او نیز متولد تهران بود. محمد مهدی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن در قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادرش لغو شد. او از اوائل کودکی قرائت قرآن کریم را به 3 روایت نزد استادان وقت آموخته و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه مصطفی اسماعیل بهره‌مند شده است. محمد مهدی به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه یافت و در سال 1376 فارغ التحصیل شد. وی متأهل است و 3 فرزند دارد. در 12 بهمن ماه سال 1357 مراسم استقبال از روح الله خمینی با حضور هزاران نفر از مردم سراسر ایران در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد. در این مراسم تلاوت آیات قرآن توسط محمد اصفهانی که توسط حمید شاهنگیان برای تلاوت قرآن هنگام ورود خمینی به فرودگاه مهرآباد انتخاب شد. محمد اصفهانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 76 فارغ التحصیل شد و بعداً با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی آموخت. اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مشیری و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. او در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه سرایی ساید باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. او تا به امروز بیش از 15 تیتراژ سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی را اجرا نموده که از این مجموعه میتوان به تیتراژ سریال‌های یتیک زمین، ارمغان تاریکی، ولایت عشق، زیر 8، تا ثریا، معصومیت از دست رفته، آخرین دعوت، پهلوانان نمی‌میرند، وفا و فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه و اخراجی ها اشاره کرد. محمد اصفهانی تا به امروز 14 آلبوم منتشر کرده است. او در آلبوم های خود با استادان بزرگ موسیقی چون همایون خرم، بابک بیات، فریدون شهبازیان کار کرده است. در میان آلبوم های او آلبوم النور اولین آلبوم او بود که بدون موسیقی منتشر شد که شامل مجموعه ادعیه، مناجات و تواشی است که تکخوان آن عباس سلیمی و محمد اصفهانی هستند و با گروه تواشی اهل بیت ضبط شده است. آلبوم نون و دلیک در مورد چارلی چاپلین است که به دلیل پرداختن به مسائل اجتماعی در آن زمان بسیار مورد توجه واقع شد، به طوری که طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرفروشترین آلبوم موسیقی پاپ تا به امروز در ایران است. آلبوم حسرت که با ملودی خود او و تنظیم فؤاد حجازی تهیه شد نیز به علت پخش همزمان نماهنگ آن در صدا و سیما
به فروش بالایی دست یافت. بیواژه نام یکی دیگر از آثار محمد اصفهانی است که در 12 اردیبهشت 1390 توسط شرکت نشر موسیقی ایرانگام انتشار یافت. بیواژه در فضایی کاملا جدید منتشر شد. بیواژه با نماهنگی درباره علی ابن موسر رضا همراه بوده که در این آلبوم منتشر شده است. شرکت پخش کننده آلبوم اعلام کرده است که در 2 هفته اول انتشار این اثر 200,000 نسخه از آن فروش رفته است. اصفهانی در سال 93 نیز آلبوم 5 قطعی به نام شکوه با موضوعیت 8 سال دفاع مقدس منتشر کرد که آهنگسازی های آنها به عهده کسانی چون مجید اخشابی، علیرضا کهندیری و پدرام کشکار و شعر ترانه ها از کسانی چون سید روح الله خمینی، سید حسن حسینی و عبدالجبار کاکایی بود. محمد اصفهانی به عنوان بهترین خواننده پاپ دهه 80 از سوی مجله ترانه ماه، نشریه موسیقی پاپ ایران و به عنوان بهترین خواننده تیتراژ سال 91 به خاطر تیتراژ سریال یتیک زمین انتخاب شد. برخی از آثار وی عبارتند از وصل و هجران، زرین کلاه، امیر میخانه، تکیه برباد، ارمغان تاریکی، دعوت، ستاره سهیل، تنها ترین سردار، بیواژه، برکت، هفت سین، نون و دلگک، غریبستان و ولایت عشق. Thank you.